درباره دومین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری که امشب برگزار شد، همکارم پیام یزدیان گفتگویی داشته با علی افشاری، فعال سیاسی، و حسین لاجوردی، جامعه شناس. درود بر شما، به این بخش از برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. در بخش مناظره تلویزیونی کوتاه امشب گفتگو می‌کنیم با آقای حسین لاجوردی، جامعه شناس مقیم پاریس، و آقای علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی، که از واشنگتن با ما هستند. سرنوشت 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران به باور برخی تحلیلگران به پرونده جانشینی آیت الله خامنه‌ای گره خورده و بسیاری با اشاره به پاسخ نه شورای نگهبان به درخواست رهبر ایران برای جبران و اعاده حیثیت از کاندیداهای رد صلاحیت شده، نتیجه گیری میکنن که دامنه این رقابت ها میان ارکان نظام حتی باعث بروز اختلافات میان اصولگرایان هم شده است. آقای افشاری، با شما شروع کنیم این بحث رو. آیا میشه باور کرد که احتمالاً رقابتی میان ارکان نظام، خصوصا اصولگرایان، بر سر جانشینی رهبری میتونه وجود داشته باشه؟ به حال این رقابت علی‌قاعده وجود داره، یعنی ارتباطی هم لزوماً به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نداره، شاید در این چارچوب شدت یافته باشه و طبیعتاً افراد مختلفی هستن یا گروه های مختلفی هستن که تمایل دارن جانشین آقای خامنه ای تعلق به اونها داشته باشه. البته در اون صحبتی که آقای خامنه ای تلویحاً دلجویی از علی لاریجانی کرد، من استنباط نکردم مخاطب شورای نگهبان بوده و آقای خامنه ای هم نظر به تغییر نظر شورای نگهبان داشته. اما نکته که باید دقت کرد در این خصوص هم مثلا دچار بزرگ نمایی هم نباید شد. اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه یا کارنامش در دوران ریاست جمهوری هر شکلی پیدا بکنه، مثبت، منفی، موفق، ناموفق، این الزاماً تعیین کننده معادله رهبری در آینده ایران در دوران پسا خامنه ای نخواهد بود. ولی به هر طور رقابت ها رو میشه انتظار داشت که شدت پیدا میکنه و بخشی از تصمیمات گرفته شده در تنظیم درجه رقابتی، حتی این دیگه انتخابات هم نمیشه بهش گفت، به حال انتصابات صریح و مستقیم هست، برمیگرده مسائل مربوط به دوره گذار به رهبری آینده. ممنونم آقای لاجوردی. ارزیابی شما رو بدونیم با توجه به یک دست شدن ارکان قدرت به وسیله آقای خامنه ای طی ماها و سالهای گذشته، یا اساسا شما به چنین رقابتی باور دارید؟ خیر، من هم باور به رقابت ندارم در حکومت یک دست دیکتاتوری حاضر در ایران. مسئله در اینجاست، ببینید، اگر که ما پسا خامنه ای رو در جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، یعنی به نوعی بعد از خامنه ای باز هم ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی، هیچ تفاوتی نمی کنه. بحث قانون اساسی است و امکاناتی که در اختیار ولایت فقیه هست، از 13 قانون اساسی است. آیا با تغییر از میان رفتن آقای خامنه ای یا به هر شکل دیگری قانون اساسی عوض خواهد شد؟ اصل 110 قانون اساسی عوض خواهد شد؟ اگر عوض نشه چه تفاوتی میکنه؟ چه کسی باشه؟ امروز صبح خبری رو در این صفحات مجازی دیدم که آقای خامنه ای زندانی است در بیت خودش. اینی که درسته یا غلطه اصلا مهم نیست، اصل ماجرا مهمه. اصل ماجرا در اینه که آقای خامنه ای کاری رو میکنه که رضایت سپاه تامین بشه. چرا؟ چون اختیاردار کامل جمهوری اسلامی امروز سپاهه. حالا بعد از آقای خامنه ای آیا آقای مشتبه خامنه ای با کمک سپاه یا کس دیگری؟ خیلی مشخص و روشن نیست، از اون سوالاتیه که میگن جایزه 164,000 دلاری داره. بله آقای افشاری ارزابی، شما رو بدونیم، حالا با توجه به این مشارکت احتمالی کمی که بخواد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری باشه، احتمالاً این چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟ با توجه به اینکه امروز یکی از مناظره کنندگان صحبت از مشارکت کم با نتیجه مطمئن میکرد، آقای مهرعلی زاده. این نکته، من این توضیح رو بدم، نه این ادعا که آقای خامنه ای اسیر سپاه پاسداران هست یا سپاه فراتر از آقای خامنه ای هست، این کاملا غلط هست. سپاه نه مجموعه یک پارچه ای هست و نه اساسا چنین اقتداری رو داره. به این فرماندهان سپاه یا بخشایی از سپاه که مداخله میکنن،
به اعتبار نظر به حمایت آقای خامنه ای هست. شاکله سپاه از اطلاع به گونه شکل گرفته یک رابطه مرید مرادی رو با ولی فقیه داره، ولی طبیعتا رقابت هایی هم در اونجا هست. دو، رقابت در درون یک نظام سیاسی دیکتاتوری که همیشه بوده و حال برای جانشینان لنین بوده، برای جانشینان هر پادشاه مستبدی خب رقابت هایی بوده، افراد کشته شدن. این به این معنا نیستش که این رقابت ها لزوما نتیجهش به نفع کشوره یا تغییری در عملکرد نظام سیاسی در کلانش رخ میده، ولی با در جزئیات هم فرق میکنه. اینکه مجتبی خامنه ای رهبر آینده باشه، اینکه ابراهیم رئیسی باشه، اینکه حسن خمینی باشه، اینکه صادق لاریجانی باشه، نمیشه گفت عیناً نظام یک برونداد خواهد داشت. بله، شکل اقتدارگرایانه نظام ادامه پیدا میکنه، شکل واپسگرایانش ادامه پیدا میکنه، ظرفیت برای دموکراسی نداره، ولی عملکردش عوض میشه و گروه های زینفوز، گروه های دو به دنبال قدرت خب رقابت میکنن با هم ده، کما اینکه الان هم دارن انجام میدن. ما در درون جمهوری اسلامی در گذر زمان همیشه تقسیم بر دوها رو داشتیم، همیشه منازعات جناحی رو داشتیم، اینا کم متوقف نمیشن، بیشتر هم میشن. و حال نظام تصمیم گرفته در این دوره از انتخابات، اون انتخابات پرشور و رقابتی رو قربانی بکنه برای یک انتخابات کنترل شده به دلایل مختلف. اما فرد مورد نظر یعنی آقای رئیسی رو به نظر من دارن تقویت میکنن برای ارتقا در هرم سیاسی و جانشینی احتمالی. و هم در این دوره نظام یک سری ملاحظات امنیتی هم داشت، التهاباتی که در جامعه وجود داشت و از این طریق هم احساس میکردن که آسیب پذیر خواهند بود که بحث های جدی در جریان رقابت های انتخاباتی به وجود بیاد. آقای لاجوردی، با توجه به صحبت های آقای افشاری هم به هر حال میشه نتیجه گرفت با توجه به مشارکت پایین دیگه داریم ورود میکنیم به دوره ای که دیگه میزان رأی ملت نیست. ارزیابی شما رو بدونیم. بله کاملا، این حرف آقای خمینی که میزان رأی ملت تموم شده، ولی در این رابطه بحث حکومت های استبدادی و دیکتاتوری وقتی که نظامی پول و اسلحه داره دیگه زیر بار هیچی نمیره. اینی که آقای خامنه ای حالا کاره هست یا نیست رن اصلا مسئله من نیست امروز، بحث اصلی در اینجاست که بعد از آقای خامنه ای روال حمایت های بین المللی از جمهوری اسلامی یعنی ابرقدرت های شرق و غرب همین خواهد بود یا تغییر خواهد کرد؟ ببینید در زمان سال 57 ابرقدرت ها شاه رو میخواستن بردارن و در نتیجه اپوزیسیون حمایت میشد، امروز میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن و اپوزیسیون متلاشی میشه. این بحث هست، این بحثیه که جمهوری اسلامی نظامش با تمامیتش، کلیتش و موجودیتش وابسته به غرب و شرقه، وابسته به مردم نیست. مردم کوچکترین جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ندارند و نمونش همین انتخاباتیه که پیش رو هست. اینجا رو باید بهش نگاه کرد، بحث ریشه‌ای تره در اینجا تا اینکه آقای خامنه ای امروز قادر هست یا قادر نیست، اصلا تفاوت نمیکنه. رژیم در اختیار ابرقدرت های شرق و غرب هر کدوم به نوعی، اینجا اگر بهش توجه بشه شاید مسئله رو روشن تر بکنه. حالا این مشارکت پایین به نظر شما چه پیامدی خواهد داشت آقای لاجوردی؟ خیلی هیچ تفاوتی نخواهد کرد مشارکت پایین، برای اینکه جمهوری اسلامی شمارش رأی نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی کاندیداش مشخصه، چه تفاوتی میکنه؟ شورای سخنگوی شورای نگهبان هم گفته که مشارکت پایین مشروعیت نظام رو از بین نخواهد برد. دیگه چه نیازی به این قضیه هست؟ آیا جمهوری اسلامی در تمام این 42 سال در تمام ادوار انتخاباتی که داشته تونسته یک مورد ارائه بکنه که این انتخابات واقعی بوده؟ من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در تقلب متولد شده و همچنان ادامه میده و این تا زمانیه که عمرش به سر بیاد. آقای افشاری، کمتر از یک دقیقه ارزیابی شما رو بدونیم، به هر حال این مشارکت کم احتمالی چه پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت؟ به عنوان آخرین پرسش، ببینید این مشارکت پایین اگر به شکل تحریم فعال باشه، این عملیات اجتماعی رو در مردم تقویت میکنه که به سمت این برن که نظام رو تغییر بدن و این نگاه های دایجان ناپلئونی که نمیدونم ابرقدرت های خارجی داخلی نگه داشتن، نه من معتقد نیستم. اگر جمهوری اسلامی سیاست خارجی مشخصی یعنی فروش ایران به چین مهم نیست، اتکاب مردم مهمه، این حرف ها بی اساس. اون حکومت گذشته به طور آشکارا وابسته به آمریکا بود و اسناد و فکت هم هست.
این نگاه ها در جامعه باید عوض بشه، قدرت رو به مردم بدیم، مردم با خود باوری خودشون این تحریم انتخابات، این مشارکت پایین میتونه نقطه باشه برای تغییر فضا و این برای جمهوری اسلامی هم به نظرم متوجه این مسئله شده. برای تقابل با این میل به تغییرات اساسی و ساختاری است که به سمت بسته‌تر شدن حرکت کرد. ممنونم از شما آقایان لاجوردی و افشاری که در این گفتگو با ما بودید. خیلی ممنون.